در این ویدیو بررسی می‌کنیم چه کسی قرآن را نوشته است، اما از نظر تاریخی. من علی فرهنگ‌مهر هستم و تو این شبکه مسائل فکری رو بررسی می‌کنم. اگر مسلمان هستید، جواب این سوال که قرآن را چه کسی نوشته است بسیار سرراست است. خدا قرآن را نوشته است. ممکن است خداوند آن را از طریق فرشته جبرئیل بر حضرت محمد نازل کرده باشد، اما نه جبرئیل و نه محمد نویسنده نهایی آن نیستند. خداوند نویسنده نهایی است. این چیزی است که برای مسلمان باید با ایمان پذیرفته شود. با این حال، اگر می‌خواهید بدانید که دانشگاهیان سکولار چگونه می‌توانند به این سوال پاسخ دهند، به تماشای این ویدیو ادامه دهید. بسیار خوب، پس نکته بعدی که باید بدانید این است که متاسفانه تحقیقات بسیار کمی در مورد قرآن از نظر نقد متن انجام شده است. وقتی نوبت به کتاب مقدس میرسد، ما تحقیقات زیادی داریم که به صدها سال پیش باز میگردد، اما وقتی صحبت از قرآن میشود، تحقیقات زیادی وجود ندارد. برخلاف انجیل که به کتابهای مختلف تقسیم شده است، قرآن در واقع فقط یک کتاب است، دارای تقسیماتی است که به آنها سوره میگویند، اما سوره ها بیشتر شبیه اصلا هستند، نه کتاب‌های جداگانه. جدای از اولین سوره که به نوعی مقدمه است، طولانی‌ترین سوره در ابتدا قرار می‌گیرد و سپس کوتاه‌تر می‌شود و کوتاه‌ترین سوره‌ها در پایان قرار می‌گیرد. سوره 96 به نام علق را اولین نزول می‌دانند. به طور سنتی تاریخ این رویداد به سال 609 پس از میلاد می‌رسد. از سوی دیگر سوره 110 به نام نصر را آخرین سوره می‌دانند که در سال 632 درست چند ماه قبل از وفات بر محمد نازل شده است. بر اساس سنت محمد بی سواد بود و به همین دلیل آیات خود را فقط شفاهی می گفت. اصحاب مختلفش یا آنها را حفظ می کردند یا قسمتهایی از آنها را یادداشت می کردند. بنابراین تا زمان مرگ محمد هنوز نسخه کامل و مکتوب قرآن وجود نداشت. اکثر مسلمانان معتقدند که این امر در زمان خلیفه عثمان تقریبا 20 سال پس از مرگ محمد رخ داده است. طبق تاریخ اهل سنت این عثمان بود که اولین نسخه استاندارد شده قرآن را ایجاد کرد و دستور داد همه نسخه های مختلف از بین بروند. اکنون در میان مورخان سکولار در مورد چگونگی بهتر درک سالهای اولیه اسلام اختلاف نظر وجود دارد. برخی از مورخان سکولار اساساً روایت سنتی را قبول دارند، به جز قسمتی که میگوید آیات از جانب خداوند است. بر اساس این دیدگاه محمد مؤلف اولیه قرآن بود، صرف نظر از اینکه مطلب را به صورت شفاهی یا مکتوب به اشتراک می‌گذاشت. از سوی دیگر مورخان سکولار این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا می‌توان به چیزی از 150 سال اولیه تاریخ اسلام اعتماد کرد یا خیر؟ آنها استدلال می‌کنند که همه چیزهایی که در مورد این دوره می‌دانیم کاملاً از منابعی است که بسیار بعدتر در دوران طلایی اسلامی نوشته شده است و بنابراین آنها داستان‌های مربوط به فتوحات اولیه اسلام را ماهیتی افسانه‌ای‌تر می‌بینند. طبق این سناریو قرآن احتمالاً سندی بوده که کنتر تکامل یافته و چند نفر در تولید آن نقش داشتند. من شخصاً بیشتر به پذیرش روایت سنتی گرایش دارم، به جز قسمت وحی الهی. این به این دلیل است که ما چندین اشاره از منابع غیر اسلامی به پیامبر اسلام داریم که به چند سال پس از رحلت او برمیگردد. پس اینجا دو تا نظریه شد. نظریه اول این که محمد اینو نوشته و نظریه دوم اینطوریه که کنتر تکامل یافته قرآن و کسای دیگه هم توش نقش داشتن. همچنین یک نسخه خطی جزئی از قرآن داریم، معروف به نسخه خطی صنعا، که مربوط به حدود سال 670 است. این نشان می‌دهد که قرآن را می‌توان بسیار نزدیک به زمان حیات محمد یافت. با این حال چیز دیگری که به نظر می‌رسد نسخه خطی صنعا نشان می‌دهد این است که احتمالاً چندین نسخه متفاوت از قرآن در سال‌های اولیه اسلام وجود داشته است. آخرین چیزی که می‌خواهم به آن بپردازم منابعی است که محمد در خلق قرآن از آنها استفاده کرده است. بدیهی است که برای یک مسلمان چیزی به نام منابع قرآن وجود ندارد. تنها یک منبع وجود دارد و آن منبع خداوند است. اما برای یک مورخ سکولار محمد باید مطالب خود را از جایی به دست آورده باشد. خب از کجا آورده؟ نکته مهمی که در اینجا باید به خاطر داشت این است که محمد در جهانی زندگی میکرد که در آن یهودیت و مسیحیت کمی متفاوت تر از امروز به نظر میرسیدند. بسیاری از مردم تصور میکنند که وقتی محمد ظاهر شد افرادی به نام یهودی بودند، افرادی به نام مسیحی بودند و سپس به خاطر او افرادی به نام مسلمان بودند. سه گروه خوب و منظم و جدا.
اما اینطور نبوده. به عنوان مثال تلمود که به متن معتبر یهودیت خاخامی تبدیل شد به تازگی تکمیل شده بود در حدود سال 500 بعد از میلاد، درست 70 سال قبل از تولد حضرت محمد. بنابراین احتمالاً در مکانهای دور در بین یهودیان مانند جنوب عربستان و اتیوپی تعدادی کمی از کتابهای متنوع یهودی وجود داشته. همین امر در مورد مسیحیت نیز صادق بود. در ابتدا مسیحیان مختلف زیادی وجود داشتند و قرنها طول کشید تا نسخه غالب تمام نسخه های دیگر را که آنها را بدعت می دانست حذف کرد. به یاد داشته باشید اگرچه مسیحیت در قرن اول پس از میلاد آغاز شد، اما مسیحیت تا قرن چهارم پس از میلاد، زمانی که دین مسلط امپراتوری روم شد، واقعا رشد نکرد. بنابراین احتمالاً در قرون 4 و 5 نه چندان طولانی قبل از حضرت محمد میگذشت که نسخه های به اصطلاح بدعت گذار مسیحیت به مکان های خارج از نفوذ روم منتقل شدند، مکان هایی مانند عربستان. به عبارت دیگر تصورش سخت نیست که محمد با انواع مختلف مسیحیان و یهودیان ارتباط داشته، به خصوص انواع مسیحیان و یهودیانی که خارج از جریان اصلی بودند، یعنی آلترناتیف ها. برای مثال زمانی گروهی به نام ابیونیت ها وجود داشت که بین یهودیت و مسیحیت قرار می گرفتند. از یک طرف آنها عیسی را به عنوان یک پیامبر مهم پذیرفتند و او را مسیح می دانستند، اما از سوی دیگر الوهیت او را رد کردند و به پیروی از قوانین یهودی مانند نخوردن گوشت خوک ادامه دادند. این برای من خیلی شبیه اسلامه. تا آنجا که می‌دانیم ابیونیت‌ها عمدتاً تا زمانی که محمد به صحنه آمد ناپدید شده بودند. با این حال احتمالاً هنوز گروه‌هایی در اطراف وجود داشتند که تحت تأثیر آنها قرار گرفتند، گروه‌هایی که احتمالاً بعداً بر محمد تأثیرگذار بودند. بنابراین اکنون که وضعیت کلی را درک کردید، اجازه دهید به برخی از جزئیات بپردازیم. اگر با کتاب مقدس آشنا باشید و سپس شروع به خواندن قرآن کنید، قطعاً شباهت‌هایی را متوجه خواهید شد. بسیاری از شخصیت‌ها یکسان ظاهر می‌شوند و حتی برخی از داستان‌ها مشابه روایت می‌شوند. با این حال، برخی از داستان‌ها کاملاً متفاوت است. به عنوان مثال، گاهی اوقات اطلاعاتی گم شده و در برخی مواقع اطلاعاتی اضافه می‌شود. چیزی که واضح است این است که محمد مستقیماً از کتاب مقدس کپی نکرده است. به عبارت دیگر، هیچ بخشی از آن وجود ندارد که متن آن کاملا با متن کتاب مقدس مطابقت داشته باشد. بیشتر شبیه این است که محمد شنیده است که کسی یک داستان کتاب مقدس را خلاصه می کند و سپس او به نوبه خود آن را با استفاده از کلمات خود خلاصه کرد. اما در مورد اطلاعات اضافی چطور؟ یعنی جزئیات مختلفی که در هیچ کجای کتاب مقدس یافت نمی شود. خب بیایید به چند نمونه نگاه کنیم. اولی داستانی درباره ابراهیم است. در قرآن در سوره 21 ابراهیم در دوران جوانی خود در بابل بت‌های پدرش را در هم می‌شکند و سپس به عنوان مجازات توسط پادشاه در آتش پرت می‌شود، اما خداوند او را نجات می‌دهد و او سالم می‌ماند. اکنون اگرچه این داستان در کتاب مقدس یافت نمی‌شود، اما در واقع در متنی یافت می‌شود که ما قبل قرآن است. این از تفسیری بر کتاب پیدایش می‌آید که توسط یک خاخام بین سال‌های 300 تا 500 میلادی نوشته شده است. بنابراین مطمئنن ممکن است که محمد با داستان آشنا بوده باشد. مثال دیگر داستانی در مورد مریم و مادر عیسی است. در قرآن در سوره 19 مریم در حالی که حامله است به درخت خرمایی برخورد می کند. عیسی برای غذا دادن به مادرش معجزه ای از درون رحم انجام می دهد و باعث می شود که انجیر در هنگام تکان دادن از درخت بیفتد. باز هم این داستان در هیچ یک از چهار انجیل متعارف یافت نمی شود. در واقع انجیل های بسیار دیگری نیز وجود داشتند. انجیل هایی که وارد عهد جدید نشدند. یکی از اینها به شبه متی معروف است. در شبه متی داستان بسیار یا مشابهی در مورد مریم و درخت خرما گفته شده است. تنها تفاوت این است که در شبه متی درخت خرما در واقع شاخه های خود را خم می کند تا مریم بتواند به انجیر برسد. اکنون شبه متی تقریبا همزمان با زندگی محمد نوشته شده است، اما در مکانی بسیار متفاوت. بنابراین بعید می دانم که محمد داستان را مستقیما از شبه متی گرفته باشد یا شبه متی آن را مستقیما از محمد گرفته باشد. آنچه محتمل تر است این است که این فقط
فقط یک داستان شناخته شده بوده که در آن زمان در حال پخش بوده و هر دو نویسنده با آن آشنا بودند. مثال سوم من داستان اصحاب کهف است. در قرآن در سوره 18 داستانی درباره مردانی که به خاطر عقایدشان مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند بیان می کند. آنها به غاری پناه می برند، جایی که خداوند آنها را به خواب عمیقی وامی دارد، خوابی که به طور معجزه آسایی بیش از 300 سال طول می کشد. بنابراین آنها در نهایت از آزار و شکنجه رها می شوند. این داستان در واقع یک افسانه مسیحی شناخته شده است که در منابع متعدد پیش از قرآن آمده است، که اولین آنها مربوط به شاعری سوری یعقوب سروق است. یک مثال دیگر در ادامه همین سوره، سوره 18 قرآن، از مردی به نام ذوالقرنین یاد می کند که در لغت به معنای دو شاخ است. به گفته قرآن ذوالقرنین به شرق سفر می کند، به منطقه کوهستانی که در آن گروهی از مردم مورد آزار و اذیت دو قوم شیطانی به نامهای یعجوج و ماجوج هستند. او به ساختن یک دیوار غول‌پیکر به آنها کمک می کند تا یعجوج و ماجوج را از خود دور نگه دارند. این داستان بسیار شبیه به افسانه معروف اسکندر مقدونی است که در دوران باستان بسیار رایج بود. در واقع اسکندر مقدونی اغلب با شاخ به تصویر کشیده میشد، از این رو نام ذوالقرنین دو شاخ بر او گذاشته شده. آنچه همه این مثال ها نشان میدهد این است که قرآن شامل داستان های بسیاری است که در متون دیگری قبل از پیدایش قرآن وجود داشتند. بنابراین قرآن نه تنها از کتاب مقدس با عنوان منبع استفاده کرده است، بلکه از تفاسیر یهودی، ادبیات آخرالزمانی مسیحی و حتی از منابعی که حاوی داستان‌هایی در مورد قهرمانان بت‌پرست است نیز استفاده کرده است. به عبارت دیگر قرآن بیشتر محصول زمان خود بوده است. بگذارید اینطور بیان کنم، اگر شخصی با ماشین زمان به خاورمیانه در 1400 سال پیش برود و به طور تصادفی مجموعه‌ای از داستان‌هایی را که در آن زمان محبوب بودند جمع‌آوری کند، احتمالاً آن مجموعه بسیار شبیه به محتوای قرآن فعلی خواهد بود. البته قرآن شامل تفسیر آن داستان‌ها و دروس کلامی نیز می‌باشد. بنابراین حتی اگر قرآن را معجزه‌ای کلمه به کلمه از جانب خداوند نبینید، باز هم می‌توانید آن را حاوی بینش ارزشمندی بدانید. البته اکنون میتوان استدلال کرد اینکه قرآن حاوی داستان‌های فراوانی است که در دیگر ادبیات آن زمان یافت می‌شده، این است که قرآن در واقع گزارش دقیق از وقایعی است که توسط خالق هستی تألیف شده است. با توجه به ایمان این در واقع یک دیدگاه درسته، اما با توجه به اصول روش تاریخی اینطوری نیست. یک تاریخ متنی واضح وجود دارد که نشان می‌دهد چگونه داستان‌های مختلف کتاب مقدس در طول زمان توسعه یافتند. با این حال به گفته مسلمانان انجیل صرفاً نسخه فاسد از چندین متون گم شده مانند تورات، زبور و انجیل است. اگر این درست بود میتوان انتظار داشت که نوعی شواهد متنی برای این نسخه های قدیمی تر پیدا شود، اما تا کنون چنین مدرکی پیدا نشده است. در نهایت میخواهم به فرضیه‌ای در مورد قرآن اشاره کنم که بیشتر فقط یک فرضیه است، به این معنی که یقیناً آن جایگاه رایج را حتی در میان دانشمندان سکولار نیز ندارد. این همان چیزی است که در کتاب سال 2000 قرائت سیری آرامی از قرآن نوشته کریستوف لوکزمبرگ یافت شد. در این کتاب لوکزمبرگ با استفاده از استدلال‌های زبانی ادعا می‌کند که قرآن به شدت تحت تأثیر زبان سوریانی بوده است، زبانی که در سوریه و بسیاری از خاورمیانه در زمان حضرت محمد صحبت می‌شد. به ویژه زبان سوریانی توسط مسیحیان اولیه مورد استفاده قرار می‌گرفت و از این رو لوکزمبرگ استدلال می‌کند که بخش‌های خاصی از قرآن ممکن است مستقیماً مبتنی بر عبادات سوریانی باشد. اکنون ممکن است عجیب به نظر برسد که ادعا کنیم مشهورترین کتابی که به زبان عربی نوشته شده است در واقع به شدت بر اساس زبان کاملا متفاوت، در این مورد سوریانی است. با این حال به خاطر داشته باشید که عربی قرآن در واقع کاملا اسرارآمیز است. از آنجایی که عربی حروف صدادار ندارد، همیشه جایی برای بحث در مورد چگونگی ترجمه کلمات خاص وجود دارد. اما مجددا به شما یادآوری میکنم که هنوز زیاد مونده تا این آخرین فرضیه مشهور شود. خب پس این نگاهی به این سوال بود که چه کسی قرآن را نوشته است. اما ویدیوی دیگری که در مورد تحلیل شخصیت حضرت محمد بر اساس کتاب 23 سال ساخته شده رو روی صفحه قرار میدم تا روی اون کلیک کنیم. تشکر از شما برای تماشا.